در زمان جنگ خب بالاخره ما مجبور بودیم که از تجربیات دنیا استفاده کنیم. در یه سفری یا جسن آقا با مسئولین نظامی رفته بودن به مسکو. یه جنرالی از مسئولین وزارت دفاع اونجا حضور داشت، یک مثالی زد برای این جمع. گفت مسئله شما مسئله یه شخصی است که در بیابان داره تشنگی میمیره، یه نفرم یه آب خنکی داره، میگه این آبو چند میفروشی؟ میگه که قیمتشو دیگه من تعیین میکنم. میگه باید تشنگی میمیری، دیگه هرچی من قیمت گذاشتم باید بپردازی، اگه میخوای نمیری. لذا شرایط واگذاری موشک به شما رو ما تعیین میکنیم. یهو حاج حسن آقا بلند شد وسط جلسه، گفتش که ما همچنان که زیر بار غرب نرفتیم، زیر بار شرق هم نمیریم. ما به یاری خدا برمیگردیم به کشور خودمون و شروع میکنیم به ساخت موشک. چند سال بعد شما باید بیایید تو صف خرید از ما. با این روحیه بلند شد اومد و شروع کرد به تولید موشک، به طوری که این رو هم به شما بگم، سالها بعد همین اذناب شوروی سابق تو منطقه الان تو صف خرید موشک از ما هست.